بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت امروز ما در مورد شبهه هایی است که در جامعه به وجود میاد، در ذهن انسان به وجود میاد، برای شناخت اولا که میخوایم این شبهه ها را علاج کنیم. شما تا زمانی که درد و نشناختید نمیتونید که بیماری را علاج کنید، بعد اول تشخیص بدید بعد علاج بشود. در مسئله شبهه های فکری که برای بعضی از افراد به وجود میاد، علت های گوناگون است. از جمله یا اولین قضیه که الان هست و البته در طول تاریخ هم بوده، مدهوش شدن به فرهنگ و تمدن کسی است که پیروز هست، قدرت داره. الان در این زمان، در این عصر، مردم مدهوش شدند، مجذوب فرهنگ و تمدن غرب شدند و خیال میکنند که پیشرفتی که اگه میخوان داشته باشند بایستی مثل غربی ها بود. در تمام امور زندگی و فکریشون میخوان خود را شبیه غرب کنن. به عنوان مثال میگن که چرا غرب الان به این پیشرفت و این تمدن دست یافته؟ زیرا قدرت و سلطه کلیسا را از بین برد. و الان هم وقتی میخوان که میگه میخواییم ما تمدن داشته باشیم، پیشرفت داشته باشیم، بایستی دین را کنار بذاریم، بدون توجه به آنچه که کلیسا داشت و آنچه که قرآن داره. خب کلیسا به شدت با علم مخالف بود، اما قرآن به شدت از علم دفاع می کند. به این فرق اساسی اصلا اهمیت نمی دن. خب اروپا وقتی که کلیسا در برابر پیشرفتشون، برابر علم ایستاده بود، با علم مبارزه می کرد، خب اومدن کنارش گذاشتن. اما در اسلام که با علم مبارزه نشده، دعوت به علم شده، چقدر صحبت از علم هست، اصلا ارزش انسان به علم هست. اما دیگه چون مدهوش شده، مجذوب فرهنگ غرب هست، این ادعا رو میکنه. چون مجذوب غرب هست، میگه که سعی میکند کلمات این فرهنگ همیشه تکرار کنه در امور روزمره زندگیش. شما این کلماتو میبینی، یا اینکه زبان آنها یک زبان غالبی است، تبلیغ میشه به برای یادگیری این زبان، یا حتی نوع لباسی که ما میپوشیم. جوامع ما خب متأثر شده به جوامع غربی در نوع لباس پوشیدن. حالا چرا یک غربی نمیاد لباس مثلا چینی ها را بپوشه، لباس پاکستانی ها یا هندی ها را بپوشه؟ چرا برعکس این امت ها، این ملت ها لباس غربی ها را میپوشن؟ البته خود این
تسلط و قدرتی که فرهنگ غرب پیدا کرده به یک باره نیست، بلکه زاییده بیش از یک قرن هست. فعالیتی که داشتن، مهمترین اونو میتونیم یک در بحث استعمار ببینیم. حمله‌ای که به کشورهای اسلامی شد توسط کشورهای اروپایی و فرهنگ این کشورها رو سعی کردند که از بین ببرند، فرهنگ این کشورها، عاداتشون، تقالون، هر چیزی که داشتند. خب به اضافه حالا مصابت از اون منابع طبیعی که در این کشورها بود، معادنی که بود، همه اینها رو جاش ما بحثش نمی کنیم. الان یک به حساب کشوری اومده حمله کرده به کشور دیگه و بر این کشور کاملا تسلط داره، به تدریج بالاخره میاد فرهنگ خودش رو غالب میکنه و غالب میکنه بر اونها. و مسئله بعدی بحث پیشرفت علمیشون هست، پیشرفت اقتصادیشون هست، ساختار شهریشون هست، زیر ساختارهای اساسی که دارن. اینها همه وقتی که میدیدن در مسئله بهداشت هست، در مسئله دیگه، خب باعث میشه که در برابر غرب تسلیم بشه، دیگه هیچ قدرتی نداشته باشه و میخواهد از آنها تقلید کند. و همیشه هم دقت کنیم اینجا این قضیه خیلی مهم هست، در چه مسائلی شبهه ایجاد میکنند در برخورد با دین، با اسلام، در چه مسائلی میان شبهه به وجود میارند؟ همیشه در مسائلی است که با فرهنگ و تمدن غرب تناقض داره. آنچه که با فرهنگ غرب تناقض داره میبینیم که همیشه اینو مطرحش میکنن، بزرگش میکنن. چون اصل و فرهنگ غرب میدونن و اگر چیزی با فرهنگ غرب روبرو شد، تناقض داشت، ضدیت داشت، فرهنگ غرب اصل هست، اونو فرهنگ غرب نقد نمی کنن، بلکه برعکس دین، احکام دین، فرامین قرآن، اینو نقض می کنن، اینو زیر سوال می برن. چیزی که بشر ساخته با چه ظلم هایی، حالا هرچی باشه، و با چه کمبود هایی که هست اصل قرار می دن، و آنچه که در دین اومده و ضد این افکار هست چی میشه؟ نقدش میکنن، میگن این اشتباه هست. در نتیجه شما میبینید که حقایق وارونه جلوه داده میشه دیگه، و هر چیزی که حتی قبیح و زشت هم باشه، چون از طرف کسی که بهش در برابرش مدهوش هستی، مجذوبش شدی، تسلیمش شدی، چون از طرف اوست قبولش میکنی، هر قبیحی هم که باشه، و توجیه میکنی قبائع اونها را، خوبی های فکر خودش، دین خودش رو نمیبینه، میاد حتی قبائع و زشتی های فرهنگی که الان غالب است، فرهنگ غرب، توجیه میکنه، ضدیت داشته باشه با فطرت، با اخلاق، با انسانیتی که ادعا میکنن، با هرچی باشه توجیه میکنن، ترویجش میدن، قبولش میکنن، و هر چیزی که خلاف این باشه قبول نمیکنن. اینجاست که همیشه وقت علما گفتند که انسان امکان داره یک مرحله برسه که فطرتش رو به شدت سرکوب میکنه، که زشتی ها را خوب میبیند و خوبی ها را زشت میبیند، و از صفات منافقین وقتی که خداوند یاد میفرماید اینه که امر به منکر میکنند و نهی از معروف.
امر به منکر و نهی از معروف. دیگه خوبی ها رو نمیتونه ببینه، همه چیز معیار و میزان در نزد او تغییر کرده. هر چیزی که فرهنگ غالب، فرهنگ غرب، تمدن غرب اونو ببینه درست باشه انجام میده، براش مسلم شده، دیگه تموم شد. هر کار زشت انجام بدهد، اگر حمله کند، بکشد، به کشور دیگه تجاوز کند، حقوق انسان در خود اون کشورها وقتی که پایمال بشود سکوت میکنه، میبینه میگه حق دارن، آزادی است مثلا، یه چیزایی میگن، توجیه میکنن، بالاخره هر چی باشه، 1% اون در جامعه خودش رخ بدهد، چقدر بزرگش میکنن. همیشه سعی میکنن مصیبت هایی که در جامعه خودش هست بزرگش کنه، مصیبتی که چندین برابر هست در کشور دیگری هست که بهش مبهوت شده، مدهوش شده، سعی میکنه توجیه کند، در مورد صحبتی نکند. پس این یکی از مهمترین عواملی است که در بحث شناختش اسباب به وجود آمدن شبهه هست، هر چیزی که او بگوید. و همیشه هم ما میدیم متاسفانه مستشرقین داشتیم، خاورشناسان داشتیم دیگه، و شاگردان اونها که از خود کشورها مسلمان بودند، کشورها اسلامی بودند، رفتن متأثر شدند دیگه. تمام هر چیزی که فلان فیلسوف بگه، فلان شاعر بگه، فلان دانشمندشون بگه، به اسم، به نام چی؟ بحث علمی، من بی‌طرف هستم مثلا. تمام اون فرهنگ غرب رو به جامعه ما منتقل دادن با تمام ضدیتی که حالا هر ضد داشته باشه با فرهنگ اسلامی. این کاری که در زمان مأمون عباسی پیش اومد دیگه، وقتی که حرکت ترجمه کتاب‌های یونانی ها و روم قدیم، اون کتاب‌های فلسفه بود، از هند بود، از هر جا بود ترجمه می‌شد، با تمام اون مخالفت و ضدیتی که با دین داشت، همه رو ترجمه کردن، آوردنش در فرهنگ اسلامی و ترویجی شدن. این همین کار رو الان شاگردان خاورشناس ها انجام دادن. تمام اون افکار غرب با تمام انحرافاتی که داشتن، ایرادهای بدور از علم بر قرآن و بر سنت و بر تاریخ اسلامی وارد کردن، اما در لباس فقط علمی، این لباس علمی تنش میکردن، چیزی که قرآن دائما میگفته که لما تلبسون الحق بالباطل، این لباس حق و چرا بر باطل میپوشونید. بالاخره با یک زیر یک اسمی باید باشد، یک مسمایی باشد، یک لباسی باشد که به خورد مردم بخوان بدهند. دومین سبب میتونیم بحثی سرکشی است بر جامعه. انسان مثل اینکه دوست داره خودشو متمیز کند در جامعه، میخواد مخالفت کند با فرهنگی که مثلا در جامعه هست، دوست داره مخالفت کنه. حالا این مخالفت ها مختلف هست، یه وقتی با میخواد خودشو بیشتر نشون بده، یه وقت در نوع لباس هست، یکی ماشینش هست، یا میخواد موبایلش، یا بحث افکار هم پیش میاد، میخواد خودش رو مطرح کنه. و به خصوص انسان که در یک مرحله سنی هست و زود متأثر میشود و دیگران را بر جهالت و باطل، جامعه را باطل میدونه، هر چیزی که دارن حقایقی که هست، بحث حق هست، جبهت از یک جامعه اسلامی که برد بالاخره قرآن هست، سنت هست، اگرچه انحرافاتی هم که باشه، میخواد خودشو نشون بده، متمیز کند از جامعه، هر چی باشه. حتی متاسفانه سرکشی کردن بر طبیعت و فطرت خود انسان و گرایش های نادرست همجنسی نسبت به همدیگر، خودشو به دختر تبدیل میکنه، خودشو به پسر تبدیل میکنه، اینها همه هست، تا جایی که
بحث سرکشی بر الله سبحانه و تعالی هم به وجود آوردن، به وجود اومده و انسان را به عنوان خدا قرار داده. میگه هرچی من تشخیص بدم، هر انسانی خود را خدایی قرار داده، خدای کوچیکی است که بار از یک خدای بزرگتری که حالا اون نظریه پردازان اونها باشند و از خدای بزرگتر پیروی میکنند، بلکه خودش یک خدایی قرار داده، هر کدام یک خدایی قرار دادند. این سرکشی شما امکان داره در اشعار ببینید، در کتاب ها ببینید. و جالب هست که خب اونو به عنوان اسم عزت و کرامت انسان و یا حقوق انسان معرفیش میکنن. و تا جای این بحث سرکشی به وجود میاد که چیزی به عنوان اینکه مقدس باشه باید احترام باشه دیگه وجود نداره. بر هر ارزش اخلاقی که در جامعه هست سرکشی میکنه. این ارزش چه حالا میگیم درست باشه چه نادرست باشه، چون هدف او سرکشی است، تمرد هست، سرکشی است بر عادات و اخلاق جامعه یا ارزش هایی که یک جامعه برای خودش قرار داده. گفتیم حالا ما مهم نیست که درست باشد یا درست نباشد، و ادعا میکنن که نقد افکار، آزاد بودن کلی انسان، مطلق انسان در نقد، در فکر کردن باعث پیشرفت میشه. و اینها متاسفانه بین آن چیزی که حالا بحث تقلید هست، یک فرهنگ نادرستی است، و بین آن چیزی که درست هست، مسلم هست، ثابت هست، یک فرقی قرار نمیدن، یکسان هست در نزد اونها. و هر چیزی را در جایگاه نقد قرارش میدن و هیچ چیز مقدسی نیست. هر قضیه شما میتونید مورد نقد قرارش بدید، وجود الله باشه، در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، در مورد قرآن باشه. این چیزایی که اصول و مسلمات برای یک جامعه اسلامی است. این گونه با این شبهات چگونه پیش میاد؟ کم 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 کم. وگرنه ما در وقتی که بحث ایمان به غیب میاد، پس فایده ایمان به غیب چیه؟ هر چیزی که نمیشه شما با علم ناقصت و عقل ناقصت بخوای نقدش کنی. اینجاست که ما وقتی که در قرآن نگاه میکنیم، در احادیث نگاه میکنیم، اینه که نشست و برخورد داشتن با کسانی که اهل شبهه هستن بر حذر اون داشته. حالا بعضی ها میگن که ما این شبهه ها را میشنویم که بفهمیم چی میگن که بتونیم جوابشو بدیم. آقا خودتو چرا میخوای بیمار کنی؟ مثل کسی است که میخواد بره بین انسانهای بیمار، بین انسانهای کرونایی میخواد بره، با اونا هم نشینی داشته باشه که حالا من مثلا میخوام که بفهمم این بیماری چیه یا بدنم پادزهر رو بگیره. خب کسی که بیمار هست فوری میفرستنش قرنطینه. بیماری های فکری و شبه ها هم همین گونه هست. انسان نبایستی با کسی که اهل شبهه هست نشست و برخوردی داشته باشه، مجالستی داشته باشه. در سوره نساء میخونیم که وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. وقتی در مجلس دیدید، شنیدید که از آیات خدا استهزاء میشه، بهش کفر ورزیده میشه، دیگه با اینها نشینید دیگه. اگه با اینها بشینید مثل خودشون هستید. پس
پس نشنیدن این خیلی مهم است. همیشه اینو متاسفانه بعضی ها ادعا میکنن. در حدیث میخونیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمان که هر کس شنید که دجال ظهور کرده ازش دور بشه. من سمع بالدجال فلینأ عنه، ازش دور بشه. چرا؟ یکی فرد به گمان خودش صاحب ایمان هست، میاد که ببینه دجال چیکار میکنه، باش با یارانش بحث کنه، از شدت شبهاتی که میندازه پیرو دجال میشه. کارهایی که انجام میده. و امام بخاری رحمت الله علیه بدین خاطر یکی از ابواب کتاب صحیحش این است که بابون من الدین الفرار من الفتن، از دینت اینه که تو از فتنه ها فرار کنی، نه اینکه بری به طرف فتنه. بایستی از فتنه فرار کرد. طرف میخواد بشنوه که چی میگن، یا میره فقط دنبالش. خب در حالی که نسبت به دین آگاهی نداره، قرآن هم هنوز نمیتونه قرآن رو بخونه، فهم قرآن رو نداره، فهم حدیث نداره، از دین خودش هیچ چیزی نمیدونه، میره دنبال شبهه ها. و شیطان هم اینگونه انسان رو شکار میکنه دیگه. این جایگاهی است که انسان، شیطان به راحتی انسان رو شکار میکنه. سومین قضیه از اسباب قبول کردن شبهات در مورد دین، شبهات در دین، مسئله های شخصی خود انسان هست، شخصیت خود انسان هست. و اینها معمولا کسانی که دچار شبهه شدن و ترویجش میدن سعی میکنن خود را یک انسان عقلانی معرفی کنه و ادعای بحث علمی کند. خب اگه انسان خوب دقت کند، خیلی ها از اونها، نه همشون، خیلی از اونها یه مشکلات شخصیتی خودشون دارن که برای توجیه این مشکل خودشون به این شبهه ها روی آوردن، نتونستند این مشکل خود رو حل کنند، این شبهه ها را مناسب دیدند برای وضعیت خودشون، نتونست حلش کنه، برایش قابل فهم نیست، درک نکرده، آگاهی نداره، عجول هست. این اسبابی که براش پیش میاد، مشکلاتی که براش پیش میاره، مسائل شخصیتی و شخصی خودش، شخصیتش و شخص خودش، در زندگی خودش با چه مشکلاتی که مواجه میشه، سبب میشود که این نوع شبه ها را یا این شبه ها را برای خودش به وجود بیاره. مشکل خانوادگی داره، نمیتونه حلش کنه، مشکل شغلی داره، ظلم بهش میشه، بعد رفتاری میشه، بهش مثلا تجاوز میشه در کودکی، یا در خانواده بهش بد رفتاری میشه، در مدرسه بهش بد رفتار میشه، یا حتی میکن در مسجد میره میبینی که یک کسی برخورد تندی میکنه، کودکی سر صدا میکنه، بزرگترها ناراحت میشن سر صدا میکنن. یا اون چیزی که الان میبینیم که ظلمی که بر امکان داره امتهایی بشه، ملتهایی بشود، کشته بشود، بمباران بشود. بعد میگن که خدا کو، چرا خدا به کمک ما نمیاد؟ پس خدا عاجز و ناتوان هست، خدایی که من میپرستمش نمیتونه به داد من برسه. این شبه ها این گونه، چون در یک موقعیتی قرار گرفته که احساس میکنه که به ظلم شده و الان انتظار داره که تمام جهان هستی همه به کمکش بیان،
نه فقط انسان ها بلکه باید خداوند هم به کمکش بیاد. حالا جالب است که وقتی میگن که بس خدا کو، و شما بس چرا انسان ها کو، چرا انسان ها به کمکت نمیان، چرا شما انتظار دارید که خداوند از آسمان بیاد شما رو نجات بده؟ خداوند شما رو در زمین قرار داده، به عنوان جانشینان امکانات در اختیارت قرار داده. گفت بعد راه رو نشونت داده، چاه هم نشونت داده. بعد در زندگی این هست، این سختی ها، این مشقت ها هست. شما باید جلوی ظلم بیستید، انسان ها باید جلوی ظلم رو بگیرن. شما الان در اینجا باید بر اساس قانونی که خدا قرار داده زندگی کنی و جلوی ظلم رو بگیری. پس این مشکلاتی که معمولا وقتی که صحبت میشه، این مشکلات خانوادگی و شخصی خودشون، خیلی ها این دارن که سبب میشه دوچار این شبه ها بشه. شبه هایی که انسان به الحاد میکشونه، شناخت درست نداره، ضعفی داره، مشکلی داره، حالا میخواد مشکلشو بعد حل کنن، خدا بعد این مشکلشو حل کنه. چهارمین سبب که این یکی از باردی از اسباب مهم هست، شهوات هست. شهوات بشر در همیشه در معرض اشتباه هستیم. ما طبیعت ما انسان هاست، اشتباه میکنیم، در گناه هم واقع میشیم. اما انسانی که ایمان به خدا داره، مؤمن هست، وقتی دوچار گناه شد توبه میکنه، برمیگرده. افتادیم بلند میشیم مثل کودک که تا میخواییم راه رفتن یاد بگیریم میوفتیم، بلند میشیم تا بتونیم که راه رفتن یاد بگیریم. انسان مؤمن گناه کردن اصل در زندگیش نیست، مخالفت با دستور خدا، نافرمانی اصل در زندگیش نیست، راه و روش زندگیش گناه نیست، راه و روش زندگیش مخالفت با خدا و دین خدا نیست، بلکه برعکس. انسان مؤمن ناخواسته، یه وقتی نفس خودش رو کنترل نمیتونه بکند، گناه میکند. اصل در او چیه؟ اصل در او بندگی برای خداست، اطاعت از خداست. اصل در انسان مؤمن اینه که تابع خداست، بنده خداست، و در این راه سعادتش، نجاتش میبینه. یه وقتی ما بشر هستیم، برامون نفسمون غالب میشه، مرتکب گناه میشیم که خداوند از اون به عنوان به جهالت یاد میفرمایند. به جهالت یعنی اینکه، نه اینکه از روی ندانسته که نمیدونست این گناه هست گناه کرد، این که انسان نمیدونسته، اما به جهالت وقتی قرآن یاد میفرمایند، این به جهالت یعنی اینکه نفس بر ما غالب میشه، نمیتونیم خودمونو کنترل کنیم و مرتکب گناه میشیم. مرتکب گناه که انسان میشه، بر میگردد به سوی خدا. پس اصل در اون این نیست. نکنید آیاتی که در این مورد هست، مثلا میفرماند که در سوره مبارکه نساء، یعنی همیشه بحث اینه که بیان که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. خدا توبه چه کسانی را قبول میکنه؟ کسانی که بدی را با جهالت، به جهاله، یعنی اینکه نفسش برش غالب میشه. ثم یتوبون من قریب، فوری هم توبه میکنه، همونطور که در سوره مبارکه آل عمران میفرمایند که ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نمیکنه بر گناه. و بعد در سوره مبارکه انعام میفرمان که چی؟ و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح
فانه غفور رحیم. این صفت مؤمن هست که مرتکب گناه میشه اما به جهالت. کسی از شما که به جهالت، یعنی که نفسش برش غالب میشه، گناهی میکند بعد توبه میکند و اصلاح میکند، کار خوب انجام میده، بعدش دست میکشد و عمل خوب انجام میدهد. و یا در سوره نحل میبران که آیه سوم آیمون که ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالت، دقت کنید، بجهالت ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا. کسی که نفسش برش غالب بشه، گناه کند، بعد توبه کند و اصلاح کند، کار خوب انجام بده، پروردگار هم غفور هست. و یا آخرین آیه که میفرمان که ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی فاسق خبری براتون آورد، شما تبیین کنید، فورین خبر رو قبول نکنید. انتصیب قوم بجهاله، شما دچار خشم و غضب میشید، تصمیم گیری نادرستی میکنید، نفستون در اینجا براتون غالب میشه دیگه، کاری میکنید که بس باعث ندامتتون میشود. پس صفت انسان مؤمن این هست که تعمد گناه نمی کند، تعمد گناه نمی کند. این صفت انسان مؤمن هست. و همه انسان ها گفتیم که گناه می کنند، اما فرق مؤمن با غیر مؤمن چیه؟ فرق مؤمن اینه که گناه را زشت می دونه، مخالفت با دستور خدا می دونه، انجام داد نفسش اونو سرزنش میکند، توبه میکند، برمیگردد به سوی خدا. اما کسی که ایمان نداره یا ایمانش واقعا ضعیف هست، کسانی که دنبال شهوات هستن، گناه را انجام میده، میشه جزوی از زندگیش، از کارهای روزمرهش باید این گناه را انجام بده، افتخار میکند. و شما الان میبینید که چقدر بحث تبلیغ بیبندوباری اخلاقی زیاد هست در جامعه. خیلی ها براشون سنگین هست که بخوان این شهوات خودشون رو کنترل کنن، فقط میخواد آزاد باشه که هر چیزی که دلش بخواد انجام بده. و اینو در زیر اسم آزادی فردی شخصی هر چیزی که باشه قرار میدن، هر طور میخواد باشه. پس این شهوات یکی از اسباب بزرگی است در بین خیلی ها برای روی آوردن به الحاد و به این شبهه ها. میخواد با این شبهه ها ابتداعا خودشو قانع کند به این گناهی که میخواد انجام بده، و بعد این شبهه ها را هم در جامعه مطرح میکند که دیگران را هم به این سمت و سوی خودش بکشونه. همیشه شهوات دروازه شبهه هاست، یعنی از این دروازه باید وارد بشه بره به طرف شبهه. علتش چیه؟ یکی این که ایمان همیشه کم و زیاد میشه، همه خودمون میشناسیم دیگه، فرق نمی کنه. یه وقتی ایمان قوی هست، یه وقتی ضعیف میشه، همیشه این بالا پایین میشه، مثل ضربان قلب هست که بالا و پایین میشه. ایمان هم همیشه این گونه هست، بالا و پایین میره. با چی زیاد میشود؟ با طاعات. شما طاعات انجام بدید ببینید که چه لذت انسان میبره، ایمانش قوی میشه. گناه کردیم، ایمانمون ضعیف میشه، پایین میاد، دچار نقصان میشود. با تکرار گناه این ایمان خب دیگه به پایین‌ترین درجات میرسه. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که زمانی که انسان مسلمان مؤمن گناه میکنه، یک نقطه سیاهی در قلبش به وجود میاد، تأثیر گناه بر قلب، قلب انسان متأثر میکنه. فرمودن که اگه توبه کرد و دست کشید از گناه، استغفار کرد، پاک می شود.
پاکش کردید، یک ظرف کثیف شده، شما تمیزش میکنید. تمیز شدن قلب انسان با چیه؟ با توبه، با استغفار، با دست کشیدنی از این گناه است. نه اینکه فقط انسان بگه که توبه استغفار رو بر گناه ادامه بدهد. این قلب رو پاک نمیکنه، اون نقطه سیاه رو از بین نمیبرد. اما اگر ادامه داد به گناه، انجام داد، هی این نقطه های سیاه بزرگتر میشه تا جایی که قلب و کامل میپوشونه. دیگه نه معروفی میشناسه، چیز خوبی میدونه، نه منکر میدونه چیه. دعوت به منکر میده، با معروف، با خوبی ها مبارزه میکنه، دعوت به زشتی ها میدهد. نه اینکه فقط خودش انجام میده، بلکه دیگران رو هم دعوت میده. که در سوره متففین میخونیم که کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران پوشانده، زنگ زده، کل قلبو در بر گرفته کاری که میکردن، کارهاشون، گناهانشون، بس کلن سبب شده که قلبو دیگه سیاه کند، نفهمد. اینجاست که میزانی که داره یک میزان درستی نیست، حقایق برعکس نشون میده. کار زشت خوب معرفی میکنه، کار خوب و زشت معرفی میکنه، برعکس از کاملا. این اولین قضیه هست که باید متوجه باشیم. مسئله دوم، بعضی از غالبا همه اینگونه هستیم، اونی که مسلمون هست، وقتی گناه میکنیم نفس لوامه، این صفت ماست دیگه، این نفس این صفاتو داره. نفس هم امر به بد میکنه، هم بحثشون ایمان هست، فطرتت هست، توبیخت میکنه. این نفس هم هست که مطمئنه هست، به یک درجه میرسه که به بالش ببریم میشه، این صفت های نفس هست دیگه. وقتی ایمان هست سرزنشت میکنه که چرا این کار انجام دادی، گناه داری، نادرست هست. امکان داره وقتی که پدر، مادر، برادر، خویشاوندان خودشو میبینه احساس گناه میکنه، شرم میکنه، خجالت میکشد. وقتی که انسان هی گناه انجام میدهد، میخواد این ندای فطرتش رو خاموش کند. ندای فطرتش رو میخواد خاموش کنه. میخواد این نفس لوامه که سرزنشش میکنه که چرا گناه میکنی، خاموشش کنه. دیگه یک راست میره به طرف بحث الهاد و این شبهایی که هستی. بخواد این ندای درونی خودش رو خاموش کنه. میخواد اینو خاموش کنه. اینجاست که میاد دیگه خودش رو غرق میکنه در شهوات، غرق میکنه خودش رو در شبهه، یک راست میره به طرف الهاد. خیلی ها شما وقتی نگاه میکنید، میخونید، اصلا در سایت های مختلف جایی که مسائل مطرح میشه، همه بحث شهوت هست، عبادت شهوت هست. حالا به هر اسمی که بخوان بذارن، اسم آزادی انسان، و شهوت شده برای اونها خدایی، خدای اونها شهوت هست. خب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد حدیث اشعری مبشره توضیح دهید انشالله. با امید خدا اگه امکان داشتم براتون میفرستم، حتما انشالله. اشعری مبشره که رسول الله صلی الله علیه وسلم به، البته خب اینها مستقیم شخصیت های بارزی که در جامعه بودن و حقیقتا اینها پایه های اساسی رساندن این دین بودن. بالاخره در همیشه در یک فکر وقتی میاد، افرادی هستن که اونها تراز اول این فکر هستن، اینها اساس هستن. یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه اینها اساس بودن، اصل بودن.
اینها بودند که بعد هم میبینیم که به عنوان حاکمان جامعه شدند، حشره مبشره، کسان ده نفری هم که از اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان رضایت کرده بود، خب یک موقعیت ویژه دارند که بدین صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینها اعلان رضایت میکنه، به اونها وعده بهش میده به فرمان خود البته، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم مالک بهش نیست، یعنی آن چیزی که الان رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت میدهد یعنی اینکه از سوی خداست، یا فلانی از بهشتی است، خب یعنی چی؟ این فرمان خداست. پیامبر نه علم غیب داره و نمیدونه که آینده چی رو خواهد داد، بلکه این الله هست که فعلم ما فی قلوبهم، از قلبها آگاه هست. بس اعلان رضایت به شکل عموم از اصحاب رسول الله به خصوص اصحاب بیعت الرضوان شده، خداوند از سابقون الاولون چه مهاجرین باشن چه انصار باشن اعلان رضایت کرده، و یک رضایتی است که بار دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان کسی که تربیت کننده سربازان خودشون بودن، شاگردان خودشون بودن، اعلان کردن، اینها را به جامعه معرفی کردن، یعنی با اعلان این که من از اینها راضی هستم، یعنی داره به جامعه اینها را معرفی میکنه که اینها سران جامعه هستند، اینها بزرگان جامعه هستند. هدف این بوده، وگرنه که به شکل عمومی خداوند اعلان رضایت کردن از همه اصحاب رسول الله، از اونهایی که در بیعت الرضوان شرکت داشتن، اونهایی که به عنوان از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار بودن اعلان رضایت کردن، از آنهایی که از سابقون الاولون المهاجرین والانصار پیروی میکنن به زیبایی هم اعلان رضایت کردن. اما رضایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بار دیگه داره، این افرادی را برجسته میکنه، به جامعه معرفی میکنه. این منظور از حشره مبشره این هست. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این حکومت به دلیل اینکه مردم ایران رو به اسلام واقعی آوردن و بیدار شدن و به تدریج توده ملت از شرک و خرافات خداحافظی میکنن، با برنامه ریزی هدفمند میخوان در 50 سال آینده جمعیت ایران را زیر 50 میلیون بیاورن. البته در این که باید بگیم متاسفانه ظاهر امر این نشون میده که حکومت، دولت اصلا مروج خرافات هست. یا کنید به چه کسانی اجازه میدن برن روی منبر این آخوندها، این روزخونها، و چه حرفهایی که قابل قبول نیست. یک کسی که ایمان به خدا داره در مورد حضرت علی مثلا میگه که حضرت علی اشاره کرد درختان جنگل تبدیل به سرباز شدن، شدن انسان. خب به این افراد و امثال اینها که زیاد هستن اجازه میدن برای صحبت کردن رو منبر رفتن، چرا بایستی به این افراد اجازه داده بشه؟ اما یک فردی که عاقل هست، روشن فکر هست، میگه با اینا خلاف قرآن هست، خلاف عقل هست، به اینها اجازه نباید بدن؟ به روشن فکران دینی، به مجدین، به اینها که میخوان بابا این خرافات رو از دین دور کنن، به اینها اجازه نمیدن؟ باشون مبارزه میشه، صد تا انگ بهشون میزنن، از سلفیت و وهابیت و تکفیریت و فلان و فلان، هر تهمتی که بتونن بهشون میزنن. چرا؟ ظاهرن اینه که این خرافات و جهل از دید بعضی ها بالاخره یک نوع تضمین نیست، یک گروه از مردم رو همیشه براشون حفظ میکنه، هر کاری انجام بدن خب این جماعت خرافات پرست براشون توجیه میکنن دیگه. آخوند میره رو منبر با این چرندیات و پرندیاتشون هرچی که هست بگید توجیه میکنن، یه چیزایی میگن. انسانی که در جهل و نادانی است که نمیتونه تشخیص بده، خداوند تشبیه میکنه میگه که
یکی تو روشنایی است، یکی تو تاریکی. تاریکی است، هیچی نمیبینه. چطور میخواد تشخیص بده؟ چطور میخواد گام برداره؟ کجا بره؟ نمیدونه. ولی کسی تو روشنایی است میدونه چه راهی باید بره، کجا بره. جماعتی که تو جهل و نادانی هستن تو تاریکی هستن، نمیدونه. و آخه متاسفانه بعضی دوست دارن مسئولین که مردم تو این تاریکی باشن. خداوند دقتون چی میفرماین؟ میگه خدا ولی مؤمنان هست، خداوند مؤمنان را از تاریکی ها را میخواد، اونها را از تاریکی ها بیرون بیاره. پس دین خدا انسان از تاریکی های مختلف، یه تاریکی، یک تاریکی کفر هست و بعد تاریکی های دیگه که انسان داره در طول زندگی، شبانه روز ما با این تاریکی ها سر کار داریم، نیاز به هدایت خدا داریم، به نور خدا داریم. این تو زندگیمون هست روزانه. حرفی میخواییم بزنیم، یه تصمیم گیری کنیم، یه کاری بخواییم انجام بدیم، برخوردی داشته باشیم با مردم، همه اینها ما نیاز به هدایت خدا داریم. اگه از هدایت خدا دور باشیم تو تاریکی هستیم. اینکه دین خدا چی گفته؟ توفیق خدا بخواییم که ما را از تاریکی ها بیرون بیاره. اما در مقابل چی میفرمایند؟ میگن که صفات کافران اینه که اولیاشون چیه؟ کافران طاغوت هست. این طاغوت یه وقت انسانهایی هستن، یه وقت نفس انسان هست، یه وقت شیطان هست. هر چیزی که غیر خدا پرستیده بشه امر و نهی کنه تو ازش پیروی میکنی. اونها رو از نور همیشه سعی میکنن به طرف تاریکی برن، هی هولشون بدن به طرف تاریکی ها. تو تاریکی هست، هی هولش میدن که بیشتر تو تاریکی ها برن، اصلا به طرف نور نیان. اگه نور باشه خب راه میبینه، نمیتونه امر نهیش کنه. خدا اینو میخواد، اونهایی که طاغوت هستن هم اینو میخوان. پس من تعجب میکنم، یعنی بالاخره اینجا تا کی با این وضعیت انسان بخواهد اینگونه رفتار کنه؟ بحث کم کردن جمعیت هست که میخوان جمعیت ایران زیر 50 میلیون برن. ولی خب ظاهراً اون چیزی که الان حکومت خیلی ازش میترسه کم شدن جمعیت ایران هست. خودشون بالاخره به عنوان ام القرای عالم اسلامی، به خصوص پایتخت شیعیان میدونن، میخوان تعدادشون زیاد بشود. این کار را با گرانی و بیماری و مهاجرت اجباری پیش میارن. جوانان به دلیل گرانی یا ازدواج نمی کنن یا فرزند یا یک فرزند دارن. این که متاسفانه هست. سیاست های غلط دولت، از یک طرف میخواد ترویج، میگن که بعد فرزند بیشتر داشته باشیم، از یک طرف هم به خاطر این سیاست های بد اقتصادی و اجتماعیشون و هر چیزی که هست سبب شده که جامعه به طرف فقر و فروپاشی الان در این دره داریم میوفتیم. نه اینکه ما سر این دره هستیم، رفتیم لب پرتگاه نیستیم، ما پرت شدیم دیگه متاسفانه. سالی 180 هزار نفر مهاجرت میکنند. خب متاسفانه این دیگه از بیفکری مسئولین جامعه ماست. سوالای دوست ما که ادعای مسیحیت میکنه بار دیگه مطرح کرده. شما اگه دنبال حق باشین، من الان هم یک کتاب معرفیت برات معرفی کنم، لازم نیست که شما دنبال افراد بگید، دنبال حق هستی واقعا. من یک کتاب معرفی کردم، به اضافه من دو تا سه تا از این پیشگاهی تورات براتون خوندم و در هیچ کدام از پیشگاه تورات اولا اسم مسیح نیومده که شما میگید که آنچه که در تورات اومده منظور مسیح هست، بلکه تمام این اوصاف صفات با رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوره.
علم کتاب آسمانی چی مگه شما میگید؟ شما به اضافه این کلیپ های من نمیدونم اتاق فرمان زحمت کشیدن به مسئولین برسونند که کلیپ هایی که هم از مرحوم احمد دیداد هست، هم از دعوتگر بزرگ عالم اسلامی دکتر زاکر نایک، کلیپ هایی که هست، بحث هایی که شده، خب دنبال حق هستی برو بگرد. ظاهرا شما دنبال حق نیستید، یا اینکه واقعا نمیدونید یا اینکه نمیخواد بفهمید، نمیدونید و نمیخوادم بفهمید، میخواد کتمان حقایق. این بحثی که دیروز کردیم، برو از کشیشت سوال کن، این همین بحثو میدید خدمت کشیشتون، نمی کشیش شما چی میگه در این مورد. بله، صحبت ما به اینجا رسید که انسان وقتی گناه میکند، ندای فطرتش، ایمانیش، چون ما بالاخره مخلوق خدا هستیم، این ندا هست، کم و زیاد میشود. حتی زمانی که انسان به الحاد روی میاره، خودش رو غرق در شهوات میکنه، چون نمیتونه، میخواد این ندا را خاموش کند، این ندا خاموش نمیشه، فطرتت هست. این علامت خطر رو برات میفرسته دائما. تا جایی که ناچار هست خودکشی کنه. چقدر در شهوت میمونه؟ شهوت که دیگه کل انسان نیست، چقدر میخواد در شهوات بمونه؟ چرا الان در جامعه ملحدین درصد خودکشی ها بالاست؟ نتیجه بیدینی است. میخواد این ندای فطرت تو خاموش کنی، چقدر غرق در شهوات میشی؟ دیگه خسته میشه، سیر میشه، لذتی از زندگی نمیبیند، نهایتا خودکشی. پس چهار مسئله ما مورد بررسی قرار دادیم که به عنوان خب اسباب زیاد هست، نه اینکه فقط این چهار سببی است که ذکر کردیم. بحث شهوات کردیم که شهوت از اسباب مهم شبهه هست. دو، مشکلات شخصی فرد هست که نمیتونه حلش کنه، میاد دچار این شبهه ها و الحاد میشه. سوم، سرکشی، بحث سرکشی هست، سرکشی بر هر چیزی که در جامعه هست، حالا چه خوب باشه چه بد باشه، میخواد سرکشی کنه. و چهارم هم گفتیم که مجذوب و مدهوش فرهنگ غالب بر جامعه میشه، میخواد که فرهنگ غرب هست و هر چی هم که با این فرهنگ تناقض داشته باشه، این از نظر اون اشتباه هست، اون مورد نقد قرار میده. فرهنگ غرب مدهوش شده، مجذوبش هست، تسلیم شده در برابرش و خلاص، این اصل هست. هر چیزی که در دین باشه، قرآن گفته باشه، اینها نقد میشه، اون نقد نمیشه. فرهنگ غرب رو نقد نمیکنه، فرهنگ مرد سفید اصلا قابل نقض نیست، قرآن میاد نقضش میکنه، میاد پیامبر رو میخواد نقض کنه، بعد میگه تاریخ اسلامی را بعد میگوید، چون با فرهنگ مرد سفید تناقض داره.
دچار یک فروپاشی شدید داخلی شده. یه وقتایی هم هست که یه مسلمون خب دچار فرهنگ غرب یعنی مجذوب فرهنگ غرب شده، این قدرت رو میبینه و به دینش آگاهی نداره، میخواد حتی اون نصوص قرآن احادیث پیامبر میاد برای توجیه کردن، یه وقتا حتی انکار کردن بعضی از احادیث انکار میکنه، یا میاد توجیه میکنه، یه توجیهاتی که خب نشان دهنده ضعف ایمانش هست، ضعف علمش نسبت به دین هست، یعنی اینکه تسلیم این شبهه شده، این شبهه بر اون اینقدر تأثیر گذاشته که نمیتونه، از یه طرف نمیتونه نصوص قرآن رو رد کنه، آیات قرآن رو رد کنه، از طرف دیگه خب شبهه هایی که وارد میشه میاد چیکار کنه، چیکار میکنه؟ نصوص قرآن رو تغییر میده، توجیه نصوص قرآن میکنه. آقا نصوص قرآن اصل هست و قبلا هم گفتیم که همیشه اینو بیاد داشته باشیم که من به عنوان مؤمن یقین دارم که این سخن خداست، حق هست، هر چی غیر از این باطل هست، هر چیزی که خلاف قرآن باشه باطل هست، اینو همیشه بیاد داشته باشیم. اولین واکسنی که میزنیم و بسیار قوی هست، انسان رو نجات میده از بیماری ها، اینه که یقین داشته باشیم به حقانیت آنچه در قرآن هست. هر چی غیر قرآن هست باطل هست، هر چیزی که ضد قرآن هست باطل هست. امکان ندارد سخن رب العالمین اشتباه باشه. انسان بیاد درست بگه، انسانی که علمش ناقص هست، متأثر میشه به شرایط خودش و هر انسانی در یک محیط زندگی میکنه از همون محیط تأثیر میپذیرد، متأثر میشود به منافع شخصی خودش، منافع قومی و ملی خودش. بعد من بیام این چیزی که بشر میگه اصل قرار بدم، سخن خدا رو رد کنم؟ مؤمن این گونه نیست. مؤمن سخن خدا را حق میدونه، هر چیزی که خلاف قرآن باشه باطل هست. شما شبهه هست، این چیزی که میگید اصلا علم نیست، شبهه هست، باطل هست. این ابتداعا بدونیم، خودمونو در این منطقه امن و قرار بدیم. بعد انسان بیاد سوال کنه در مورد این شبهه، اصل اینو خراب نیم که دوچاره استراب و پریشونی بشه، ایخ این چی میگه، ایمان ضعیف بشه، بعد دچار تحت تاثیر این شبهه ها دین رها کنه، دچار الحاد بشود یا فلان، اعتراض کند بر خدا، اعتراض کند بر پیامبر، اعتراض کند بر قرآن. اولین گام اینه که من یقین دارم، ایمان دارم، یقین دارم که فماذا بعد الحق الا الضلال، غیر از قرآن گمراهی است. هر شبهه‌ای که میندازید از دید من مؤمن گمراهی است، هیچی نیست، باطل هست. هر چیزی که خلاف قرآن باشه اینو بیاد داشته باشیم، بدونیم به خودمون، بعد اینو بفهمونیم که باطل هست. هر چیزی که ضد قرآن هست، هر کی باشه بگن، هر موقعیت و منصبی براش ادعا بشود. من یه دانشمندی بسن بگن که این دانشمند گفته باشه، مگه این دانشمند از خدا بالاتر است؟ مخلوق خداست. من سخن خدا را نقض کنم، رد کنم به خاطر فلان دانشمند، فرده چیزی، هر روز چیزی میگن. سخن خدا در نزد من ملاک و معیار هست، حق هست. آنچه که دیگران میگن خلاف قرآن است باطل هست. خب هفته آینده انشالله در مورد این صحبت خواهیم کرد که کسانی که این شبه ها مطرح میکنن میتونیم تقسیم بندیشون کنیم در جامعه. این افراد وجود دارن، میتونیم تقسیم بندیشون کنیم، خدا عمری بدن، توفیق بدهن. هفته آینده در این مورد صحبت خواهیم کرد.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.